تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران نشان میدهد که کمبود جدی در زمینه ارزی دارو نه تنها برای بیماری‌های خاص بلکه ابتدایی‌ترین داروها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، داروی برخی بیماری‌های خاص در بازار رسمی نایاب شدهاند. و خانواده‌های مبتلایان باید برای گیراوردن آنها یا ریسک خرید از بازار سیاه را به جان بخرند یا شخصا برای خرید آنها از کشورهای همسایه اقدام کنند کمیسیون بهداشت مجلس هم در سومین گزارش خود درباره وضعیت واردات دارو و تجهیزات پزشکی این کمبودها را تایید کرده است بر اساس اعلام این کمیسیون در پاییز بحران دارو بیش از پیش خواهد بود از طرفی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز اعلام کرده که کمبودهای دارویی در ایران به بیش از دویس قلم رسیده است کمبود دارو و نایاب شدن آن تنها مشکل پیشروی بیماران نیست برخی گزارش ها از داخل ایران حاکی از آن است که بسیاری از بیماران به علت گرانی دارو و حزینه های درمان از ادامه روند درمانی خود منصرف می شوند چون دیگر نمی توانند از پس حزینه های درمان برایند مشکلی که با حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو تشدید شد و فشار بر مردم را بیشتر از قبل کرد کمبودهای دارویی در شهریور 1401 به اوج رسید و کار به جایی کشید که حتی داروهایی مانند شربت سرماخوردگی آنتی بیوتیک ها و سرم نیز به سختی در داروخانه ها پیدا می شدند